خب تو این قسمت میخوام شما رو با مبحث higher order component آشنا کنم. اول اینکه چه اتفاقی میفته وقتی ما روی این ادمین کلیک میکنیم، یه همچین چیزی نباید اصلا بیاد. باید یک اتفاقی بیفته مثل اینکه من روش کلیک میکنم منو ریدایرکت بکنه به صفحه خانه. برای این کار ما باید از یه چیزی به اسم higher order component توی بحث ریاکت استفاده بکنیم. میتونید داکیومنتیشنشو بخونید. من روی داکیومنتیشن چیزی نمیخونم چون خیلی دوستان میگن که خب منم بلدم بخونم رو داکیومنتیشن. یعنی higher order component is a function that takes a component and returns a new component. یعنی چی؟ یعنی higher order component یه فانکشنیه که یه کمپوننت رو میگیره و یه کمپوننت دیگه میده بیرون. تموم شد رفت. کار دیگه نمیخواد انجام بدید. برای این کار که من یه همچین چیزی بسازم، داخل کمپوننت یک فولدری درست میکنم به نام higher order components یا هاکس و داخل این یک فایلی درست میکنم به نام require auth.js. داخل این من react رو import میکنم به این صورت از react و بعد connect رو هم یا تایپ میکنم redux، enter میزنم که این هم ایمپورت بشه. بعد یک اکسپورت دیفولت هم درست میکنم که اسمش رو میدیم چی؟ میدیم که child component. حالا تایپ میکنم child component و اینو مساوی قرار میدم با یک object. البته به این صورت، این البته یک فانکشن خودش، خب به صورت اینجوری قرارش میدم. این سینتکسش اگه خواستید child component درست بکنید به این صورت. بعد چیکار میکنیم اینجا؟ داخل این ما که یه همچین چیزی نوشتیم، میام چیکار میکنیم؟ تمام کارامون رو انجام میدیم. پس این export default رو حتما باید تایپ بکنید اینجا. نگاه بکنید. export default که اینجا بریم نشون بدم. extends react component که هیچی. ولی اگه بریم، نمیدونم کجا بود. دیدم. تایپ کنیم child components اینجاست. ببین که اینا یکی راههای مختلفه که به جای اینکه اکسپورت بکنید به این صورت برش میگردونید. این از این. حالا راه خوبش اینه که تایپ میکنید child component و اینجاست که کلاستون رو درست میکنید. تایپ میکنید class require auth extends component و اون موقع چیکار میکنید؟ کلاستون اینجا باز میکنید و کلاستون هم یک دونه رندر فانکشن داره که این رندر فانکشنتون یه ریترنی داره که ریترن فعلا میگیم که یه دونه دیو برام ریترن بکنه، دیو خالی. بعد این کلاس ما اینجا تمام میشه. کلاس که تمام شد اینجا میام پایینش یه فانکشن map state to props داریم که میگیم که auth رو به ما برگردونه. بعد چیکار میکنیم؟ داخل این تایپ میکنیم return داخل این auth به این صورت. بعد که این کاری کردیم یه return connect درست میکنیم که بالا بود. این connect ما map state to props رو داریم، مینویسیم، تایپ میکنیم. اینجا دیگه چیز دیگه نداره، میتونه object خالی باشه یا اصلا میتونید بردارید و بعد تایپ میکنید require auth به این صورت. تا اینجا درست شد. پس این کار رو انجام میدیم. حالا ما میایم این کمپوننت رو به این صورت درش میاریم. میگیم که اینجا به جای دیو یک سویچ استیتمنت درست بکنم. من ریترن رو نوشتم، ریترن رو برمیدارم. یک سویچ باز میکنم. داخل این سویچ ما میگیم چی رو چک بکن. چون دیدید که ما اینجا auth رو به صورت props در آوردیم. تایپ میکنم this.props.auth. وقتی تایپ کردم میگم که حالا کیس هاشو چک بکن. اگر مقدارش فالس بود، یعنی اگر ما لاگین نشده بودیم دیگه، این کار یه کاری برای من انجام بده. وگرنه این بریک ها رو برداریم. اگر مقدارش فالس بود این کار انجام بده. کیس نال هم اگر خالی بود ریدایرکت کن برای ما. وگرنه دیفولت هم بیا برای ما یه کار دیگه انجام بده. پس اینا رو ما اینجا داریم. حالا کیس یک، کیس دو و اینم کیس سه. کیس یک ما اینه که یا اگه فالس بود
تمام اینا باید یه چیزی رو ریترن کنه. اگه من تایپ کنم ریترن اینجا برای ما باید همشون یه چیزی رو ریترن کنه. ریترن اولی اینه که کیس اگر لاگین نبود ما یه کمپوننت داریم به نام ریدایرکت داخل چی؟ ریاکت. ریدایرکت و بعد این اینجا اینجوری بسته میشه. این ریدایرکت یه پاتی داره که میگه که مثلا کجا ریدایرکت بکنه. به این صورت میگیم که اگر پاتش اگر چیز بود اینو چیکار بکن؟ ریدایرکتش بکن داخل خانه، وگرنه چیکار بکن؟ این رو اگر خالی بود بگو که مثلا ریتن یه دونه دیو درست بکن، مثلا به این صورت دیو درست بکن، بگو که loading dot 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 به این صورت. خب حالا این ریدایرکت از کجا میاد؟ ریدایرکت که ما داریم باید از ایمپورتش بکنیم. ایمپورت از میگیم که ریدایرکت رو، من انتظار داشتم که خوش بدونه، ریدایرکت از react router dash dom ایمپورت بکن به این صورت. الانه که میتونید اینجا ازش به این صورت استفاده کنید. کیس دام بود یعنی نال بود یا خالی بود لودینگش بکن، وگرنه بیا چیکار بکن؟ چالد کمپوننت رو نشون بده. چالد کمپوننت یعنی که حالا فهمیدید که هایر اوردر کمپوننت چیه. به جای اون همه خوندن اون همه داکیومنتیشن میتونید چیکار بکنید؟ اینجا بفهمید که داره چیکار میکنه. دات 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 دیس دات پروپس. خب میگه که اگر لاگین نبود ریدایرکتش بکن، وگرنه اگر به قول معروف خالی بود بگو که لود داره میشه، وگرنه چیکار بکن؟ چالد کمپوننت رو نشون بده. این همین بالاییه. حالا این میتونه مثلا پارس کلیک کمپوننت باشه، فرق نمیکنه. چالد کمپوننت یعنی چالد اینو نشون بده به این صورت. حالا میتونیم چیکار بکنیم؟ توی ویدیو دیگه چطوری ازش استفاده کنیم و بهتون میگم. پس این هایر اوردر کمپوننت، ساختن هایر اوردر کمپوننت یا HOCS بهش میگن، هاکس یا به این صورت هستش نوشته.